با درود بهتر بامداد جمعه پنجم مرداد 1403 در ایران و شامگاه پنجشنبه 25 ژوئیه در واشنگتن، من محمد منظرپور با مجله خبری هدلاین در خدمت شما هستم. در آغاز برنامه میپردازیم به ادامه پس‌لرزه های سخنرانی دیروز آقای نتانیاهو در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کنگره. تحلیل مخالفان این سخنرانی رو خواهیم شنید. بعد گزارشی از اینترسپت داریم، از پایگاه خبری اینترسپت در رابطه با عملیات نفوذ سایبری دولت اسرائیل برای تاثیرگذاری بر کنگره، به ویژه رنگین پوستان در کنگره. و در پایان برنامه در واقع تجزیه تحلیل پایگاه خبری کروکس رو از ملاقات اخیر اسد و پوتین در مسکو به اتفاق می‌بینیم. اما نخست برمیگردیم به سخنرانی دیروز آقای نتانیاهو. من در پوششمون اعلام کردم که آقای نتانیاهو تقریبا هر دو کلمه یک بار به ایران اشاره کرد. برخی گفتن که نه، به این تعداد نبوده. یکی از کاربران در توییتر تعداد مواردی که آقای نتانیاهو به ایران اشاره کرده رو در واقع به نفع گرافیکی به تصویر کشیده که به اتفاق می‌بینیم. Iran's axis of terror that Iran is funding, Iran is funding, but Iran understands Iran is virtually beyond Iran's maniacal plans. Iran sees America. Iran's regime has been fighting America. Iran's terrorist proxies standing in Iran's way for Iran. So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, to prevent Iran, to Iran's axis of terror, to confronting Iran's aggression. اگر کارنامه سیاسی آقای نتانیاهو دو تا ویژگی داشته باشه، یکی بزرگنمایی تهدید ایرانه و دومی مخالفت با طرح دو کشور برای دو ملت. در همین رابطه و در رابطه با در واقع تبعات سخنرانی دیروز آقای نتانیاهو، پایگاه خبری یا شبکه خبری دموکراسی ناو گفتگوی انجام داده هم با افرادی که در تظاهرات بودن، با چند تا نمایندگان کنگره و با یک فعال یهودی مخالف رویکرد آقای نتانیاهو که این برنامه رو به اتفاق می‌بینیم. بیش از 100 قانونگذار عمدتاً دموکرات از حضور در سخنرانی نتانیاهو صرف نظر کردند، از جمله سناتورها دیک دوربین، کریس فان هالند، جف مرکلی، پتی موری، الیزابت وارن و برنی ساندرز. کاملا هریس معاون رئیس جمهور از ریاست جلسه سنا خودداری کرد. او در عوض در ایندیاناپولیس بود. رشید طلیب دموکرات از میشیگان، تنها نماینده فلسطینی تبار در کنگره، تصمیم گرفت در این جلسه شرکت کند، اما با بالا بردن تابلویی که روی آن نوشته شده بود مجرم در نسل کشی در یک طرف و جنایتکار جنگی در طرف دیگر، اعتراض کرد. پیش از سخنرانی نتانیاهو، کوری بوش عضو دموکرات کنگره در مورد دلیل تحریم سخنرانی چنین گفت: این کاملا شرم‌آور است که پس از قتل بیش از 39,000 فلسطینی انسان، پس از بمباران مکرر بیمارستان‌ها، پس از مشاهده بمباران نهادهای مذهبی، مدارس، کاروان‌های بشردوستانه، اردوگاه‌های پناهندگان و پدرانی که بقایای فرزندانشان را در کیسه‌های پلاستیکی جمع‌آوری می‌کنند، در حالی که فرزندان سربریده خود را در دست گرفتند، همکاران من در کنگره تصمیم می‌گیرند با اعطای افتخار سخنرانی در کنگره، نخست وزیر نتانیاهو یک جنایتکار جنگی را جشن بگیرند. ایستادگی برای حقوق بشر برای من بیش از یک موضوع بحث است. من سخنرانی او را تحریم می‌کنم. در خارج از کنگره هزاران نفر تظاهرکننده خواستار دستگیری نتانیاهو و تحریم تسلیحاتی اسرائیل شدند. امرسون وولف از گراند رپیدز میشیگان به تظاهرات آمده: ما معتقدیم که باید کمک به اسرائیل در نسل کشی فلسطینی ها را متوقف کنیم و آنها باید محاصره غزه را بردارند، اما ما همچنین می‌خواهیم مردم را تشویق کنیم که در اولین روز کنفرانس ملی دموکرات ها شرکت کنند تا فشار بر دموکرات ها را افزایش دهیم، تا به آنها بفهمانیم که ما یک نامزد طرفدار فلسطین می‌خواهیم، اینکه مردم خواستار تغییر هستند و ما دیگر رنج این نسل کشی را تحمل نخواهیم کرد. برای
گفتگوی بیشتر در مورد سخنرانی نخست وزیر نتانیاهو در کنگره و اعتراضات، فیل اسپنیس، عضو مؤسسه مطالعات سیاست به ما پیوسته. او به عنوان مشاور بین‌المللی صدای یهودی برای صلح خدمت می‌کند. فیلیس تعدادی کتاب نوشته، از جمله درک مناقشه فلسطین و اسرائیل. فیلیس، شما در واشنگتن هستی و دیروز در تظاهرات بودید. آیا می توانید در مورد آنچه نتانیاهو گفت و آنچه نگفت و اهمیت سخنرانی او که بیش از هر رهبر خارجی دیگری در جلسه مشترک کنگره سخنرانی کرده صحبت کنید؟ فکر می‌کنم وینستون چرچیل با 3 سخنرانی در رتبه دوم قرار دارد. این 4مین بار نتانیاهو بود. More than any foreign leader ever. I think Winston Churchill came in second with 3 addresses. This was Netanyahu's 4th. It was a horrifying thing to see, Amy. I'm glad to be back with Democracy Now! Today. Seeing the standing ovations, by my estimate, it seemed to be about every 30 seconds, you saw members of Congress on their feet applauding and applauding and applauding. But I think that we saw 2 things yesterday, aside from the host of lies. تماشای این سخنرانی وحشتناک بود آنی و خوشحالم که امروز با دموکراسی نه هستم. با دیدن تشویق‌های مکرر به نظر می‌رسید که تقریباً هر 30 ثانیه اعضای کنگره می‌ایستند و کف می‌زنند و کف می‌زنند و کف می‌زنند. اما به نظر من ما دیروز فارغ از دروغ‌های نتانیاهو شاهد 2 چیز مهم بودیم. حتی CNN و نیویورک تایمز داشتن آمار دروغ‌هایی که نتانیاهو می‌گوید را رصد می‌کردند. 2 مجموعه وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. در داخل مشخص شد که حمایت از اسرائیل تا چه حد به یک موضع کاملا جناحی تبدیل شده. علیرغم اینکه برخی از دموکرات‌ها از این دعوت حمایت کردند و آن را امضا کردند، این واقعیت که بیش از 100 قانونگذار دموکرات از شرکت در آن خودداری کردند، نشان می‌دهد چگونه حمایت از نخست وزیر اسرائیل به نحو روشنی به یک هزینه سیاسی برای شخصیت‌های عمومی در سراسر ایالات متحده تبدیل شده. همیشه اینطور نبود. نکته دیگر این است که این تحریم با آنچه در سال 2015 اتفاق افتاد متفاوت بود. زمانی که حدود 60 عضو کنگره از سخنرانی نتانیاهو صرف نظر کردند. آنها عمدتاً از گروه سیاه‌پوستان کنگره بودند و آنان چندان بر مسئله انکار حقوق فلسطینیان متمرکز نبودند. تنها چند ماه قبل از آن سخنرانی اسرائیل به غزه حمله کرده بود و طی 55 روز 2200 غیر نظامی فلسطینی را کشته بود. اما آنها نژادپرستی باور نکردنی نتانیاهو را تشخیص داده بودند. تحقیری که نخست وزیر اسرائیل نسبت به پرزیدنت باراک اوباما نشان داده بود و در پاسخ به آن نژادپرستی مستقیم بود که از شرکت در سخنرانی وی امتناع کرده بودند. این بار اما مستقیما مورد امتناع درخواست آتش بس و نسل کشی است. فکر میکنم در بیرون کنگره هم 2 درس بسیار مهم گرفتیم. یکی آن که جنبش ما جنبشی که به طور گسترده تعریف شده، نه جنبش حقوق فلسطینیان که برای چندین دهه در این کشور وجود داشته، بلکه جنبش گسترده خودجوشی که در 10 ماه گذشته در واکنش مستقیم به سطح وحشتناک نسل کشی اسرائیل در غزه ظهور کرده. این حرکت گسترده در واقع کل مسئله پایان دادن به کمک‌های نظامی به اسرائیل را عادی سازی کرده است. مطالبه دیگر محدود یا مشروط شدن این کمک‌ها نیست، بلکه پایان دادن به حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل است. این دیگر یک موضوع چالش برانگیز نیست. 62% از بزرگسالان در این کشور از همه احزاب، رای دهندگان و آنهایی که رأی نمی‌دهند می‌گویند که حمایت‌های نظامی باید متوقف شود. آنها با ارسال سلاح و حمایت‌های مادی به اسرائیل مخالفند. نکته دوم این است که جنبش ما خواست آتش بس را دوباره تعریف کرده است. این گروه به نوعی نظم و انضباط پیام چسبیده که در آن آتش بس فوری اکنون فراخوان است. اما معنای این آتش بس بسیار متفاوت از معنای آن در 9 یا 10 ماه پیش است. اکنون آتش بس 3 معنی دارد. اولین مورد توقف شلیک گلوله هاست. بمباران را متوقف کنید، شلیک تانک ها را متوقف کنید، حملات زمینی را متوقف کنید، کشتن مردم را متوقف کنید. اما شامل 2 نکته کلیدی دیگر نیز می شود. یکی نیاز به افزایش گسترده کمک های بشر دوستانه در مقیاس مورد نیاز، به این معنا که حمایت مالی از آن را باید از سر گرفته شود. ایالات متحده اکنون تنها کشوری که هنوز از حمایت از مهمترین آژانس سازمان ملل متحد امتناع می‌کند، تنها آژانسی که می‌تواند برای فلسطینی‌ها الزامات اولیه زندگی، آب، مراقبت‌های پزشکی و غذا فراهم کند. و سومین چیزی که اکنون بخشی از آتش بس است این است که ارسال سلاح‌هایی را که امکان نسل‌کشی را فراهم می‌کنند باید متوقف شود و تا زمانی که هر 3 مورد برآورده نشده، این آتش بسی نخواهد بود که مردم خواستار آن هستند. و این پیامی است که پرزیدنت بایدن که برای 6 ماه دیگر رئیس جمهور خواهد بود و بر این نسل کشی نظارت دارد و هم به کاملا هریس معاون رئیس جمهور که نامزد احتمالی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری بعدی است ارسال شده است. به او گفتند که آتش بس اکنون واقعا به چه معناست. بنابراین فکر میکنم این پیام هایی بود که دیروز دریافت کردیم. این یک بسیج فوق العاده در خیابان های واشنگتن بود.
and to Vice President Kamala Harris, who is the likely nominee of the Democratic Party to be the next president, telling her what ceasefire now really means. So that was, I think, the messages that we took yesterday. It was an extraordinary mobilization in the streets of Washington. و فیلیس، می توانید در مورد اهمیت عدم حضور کاملا هریس در زمان سخنرانی نتانیاهو بگویید؟ Well, again, this was a reflection of the degree to which there's recognition that showing support for the Prime Minister of Israel has become a political liability. And Kamala Harris wanted no part of it. She also has expressed a very different tone, a very different kind of language than President Biden, so that it's quite clear that whatever policy positions she's been willing to take that differ from his, and that has meant essentially خب دوباره این بازتابی از میزان به رسمیت شناخته شدن این واقعیت است که حمایت از نخست وزیر اسرائیل به یک هزینه سیاسی تبدیل شده و کاملا هریس نمیخواست بخشی از آن باشد. او همچنین لحن بسیار متفاوتی را اتخاذ کرده، زبانی بسیار متفاوت از رئیس جمهور بایدن، به طوری که کاملا روشن است که هر مواضع سیاسی که او مایل به اتخاذ آن بوده با بایدن متفاوت بوده و به همین دلیل است که او قبل از بایدن خواستار آتش بس فوری شده بود. در سالگرد یکشنبه خونین سلما در آلاباما در پای پل ادمون پتوس که در تاریخ این کشور با ضرب و شتم و حمله به معترضان سیاه‌پوستی که از حق رأی محروم بودند بسیار بدنام است. آن لحظه فوق‌العاده قدرتمندی بود. استفاده از آن روز و آن مکان برای درخواست آتش بس فوری، درخواستی که رئیس جمهور تا آن لحظه از آن خودداری کرده بود. بنابراین ما می‌دانیم که موضع او تا حدودی متفاوت است. چقدر مایل از موضع بایدن جدا شود ما هنوز نمیدانیم. آنچه واضح هست این است که برای او اتخاذ موضع متفاوت بسیار آسانتر از رئیس جمهور بایدن خواهد بود. پرزیدنت بایدن به برخی از اعتراضات به ویژه جنبش افراد مستقل و همچنین تعداد زیادی از کارکنان دولت و کنگره که از رئیس جمهور خواستند از حمایت از این جنگ دست بردارد پاسخ داد. کارمندانی که گفتند تا زمانی که او این وضعیت را حفظ کند نمیتوانند وظایف خود را به نمایندگی از این کشور انجام دهند. اما هریس اگر در آینده رئیس جمهور شود مجبور نخواهد بود به دهها حمایت گسترده و غیر انتقادی از اسرائیل توسط جو بایدن متعهد باشد. اینجاست که من فکر میکنم امیدی وجود دارد. من فکر میکنم این بخشی از دلایلی است که بسیاری از جوانان رنگین پوستان به ویژه در میان افرادی که تعلق حزبی ندارند یا در جوامع فلسطینی تبار و عرب تبار در این کشور مردم میگویند خب شاید در هریس شانسی وجود داشته باشد، شاید راهی وجود داشته باشد که او بتواند کاری انجام دهد که امکان رأی دادن به او فراهم شود. این هنوز مشخص نیست، او هنوز این رأی را به دست نیاورده، اما به نظر میرسد که او موضع بسیار متفاوتی نسبت به شخصی که اساساً به عنوان معاونش خدمت کرده اتخاذ کرده. بنابراین من فکر میکنم بسیار بسیار مهم بود که او از شرکت در این جلسه امتناع کرد. او حاضر نشد عکس خود را درست بالای این مرد قرار دهد که در حال سخنرانی در خانه مردم بود، نامی که اینجا در واشنگتن در پایتخت به کنگره میگویند. استفاده از آن به گونه‌ای که گویی همانطور که CNN گفت، همانطور که نیویورک تایمز گفت، همانطور که همه رسانه‌های جریان اصلی اعلام کردند، به گونه‌ای بود که گویی او دارد سخنرانی سالیانه ریاست جمهوری را بیان می‌کند. مهمانان خود را دعوت کرد تا در بالکن بنشینند و آنها را خطاب قرار داد. یک ساعت کامل حرف زد با تشویق‌های پشت سر هم و ظاهراً کاملا هریس نمی‌خواست بخشی از آن باشد. بنابراین در رویکرد متفاوتی که هریس اتخاذ کرده تفاوت و اهمیت وجود دارد. All the mainstream media is acknowledging treating it as if he were giving a state of the union address, inviting his own guests to sit in the balcony and addressing them, making them the subject of it, speaking for an entire hour with ovation after ovation. And apparently Kamala Harris wanted no part of that. So there's a significance in that different approach that she has taken. بخشی از برنامه خبری دموکراسی ناو امروز بود که ترجمه اون رو به اتفاق دیدیم. و اما همزمان با در واقع سخنرانی آقای نتانیاهو در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، نامه‌ای منتشر شد از سوی شماری از نهادها و مؤسسات غیردولتی در آمریکا مبتنی بر گزارش‌هایی که از یک عملیات گسترده رخنه سایبری در شبکه‌های مجازی توسط دولت اسرائیل خبر میده. اطلاعات بیشتر رو از گزارش پایگاه خبری اینترسپت می‌بینیم.
پیش از سخنرانی جنجالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره، ائتلافی متشکل از بیش از 30 گروه مدافع حقوق بشر و مذهبی روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای سرگشاده از دولت آمریکا خواستند تا چندین گزارش رسانه‌ای را بررسی کند که نشان می‌دهد دولت اسرائیل یک طرح نفوذ در رسانه‌های اجتماعی را برای ترغیب قانونگذاران آمریکایی به سمت سیاست‌های مدافع اسرائیل اجرا کرده است. این نامه که خطاب به رئیس جمهور جو بایدن نوشته شده، به گزارش روزنامه‌های نیویورک تایمز، گاردین و روزنامه اسرائیلی هارتس در تحقیقات مستقل از هم از یک عملیات نفوذ اسرائیل پرده برداشته که از حساب‌های کاربری جعلی که تظاهر به آمریکایی بودن می‌کنند استفاده کرده تا با محتوای عمیقاً اسلام هراسانه و ضد مهاجر، گروه‌های طرفدار فلسطین، گروه‌های دانشجویی و سازمان‌های حقوق بشری منتقد اسرائیل را هدف قرار داده و به انتشار محتوای طرفدار اسرائیل به صورت آنلاین اقدام کند. این عملیات برای متقاعد کردن قانونگذاران آمریکایی برای ادامه کمک‌های نظامی به اسرائیل برای جنگ علیه غزه طراحی شده بود و بر اعضای سیاه‌پوست دموکرات کنگره متمرکز بوده است. جمال عبدی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکایی، به اینترسپت گفت مطالبه‌ای که در این نامه مطرح شده بسیار ساده است، اینکه پرزیدنت بایدن و دولتش با گزارش‌های مربوط به عملیات نفوذ ناهنجار اسرائیل با همان جدیتی برخورد کند که با ادعاهای کارزار نفوذ روسیه و ایران در انتخابات‌های 2016 و 2020 آمریکا برخورد کرد. عبدی افسود متأسفانه آنچه که تاکنون گزارش شده می‌تواند تنها نوک یک کوه یخی باشد. این نامه که رونوشت آن به وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و امنیت ملی آمریکا نیز ارسال شده، ساعتی پیش از سخنرانی نتانیاهو در کنگره در یک جلسه مشترک کنگره منتشر شد. سخنرانی که موجی از انتقادات را برانگیخته است. شبکه جامعه فلسطینیان ایالات متحده، شورای روابط عمومی مسلمانان، مؤسسه کشورداری مسئولانه کوئنسی، ائتلاف سیکا و تعدادی از جوامع مذهبی پروتستان از جمله مؤسسات و نهادهایی هستند که این نامه را امضا کردند. رائد جرار، مدیر تبلیغات در مؤسسه دموکراسی برای جهان عرب، یک گروه مدافع حقوق بشر که توسط جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار مقتول سعودی تأسیس شد، یکی از مؤسسات امضا کننده این نامه است. آقای جرار میگوید از دولت بایدن خواسته شده تا از دموکراسی محافظت کند و به سیاست خود در استثناء قائل شدن برای اسرائیل پایان دهد و همه کشورها را با استانداردهای یکسان بسنجد. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور، گفته بود که ریاست جلسه سخنرانی نتانیاهو در کنگره را بر عهده نخواهد گرفت، اما بعداً در طول اقامت نتانیاهو در واشنگتن با او دیدار خواهد کرد. صدها تظاهر کننده از سازمان صدای یهود برای صلح روز سه‌شنبه در اعتراض به حضور نتانیاهو در کنگره تجمع کردند و شعار دادند که بگذارید غزه زنده بماند، تا اینکه پلیس شماری از آنها را دستگیر کرد. تعداد فزاینده‌ای از قانونگذاران آمریکایی در همراهی با اعضای مترقی کنگره سخنرانی نخست وزیر راست افراطی اسرائیل را تحریم کردند، از جمله سناتور ارشد دموکرات دیک دوربین، پاتی موری، برنی ساندرز و کریس فان هولن. رشید طلیب، تنها نماینده فلسطینی تبار در کنگره، بیشترین انتقاد را متوجه این سخنرانی کرده و از نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی که مرتکب نسل‌کشی علیه مردم فلسطین شده یاد کرده است. او در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، خواستار بازداشت نتانیاهو و استرداد او به دادگاه کیفری بین‌المللی شد. او همچنین از این رویداد به عنوان جشن پاکسازی قومی فلسطینی‌ها یاد کرد و از ادامه کمک‌های نظامی ایالات متحده به اسرائیل انتقاد کرد. هفته گذشته نامه جداگانه با امضای 230 کارمند سنا و مجلس نمایندگان از 122 دفتر کار نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره از قانونگذاران خواست تا این سخنرانی را تحریم کنند و به پرونده جنایات جنگی علیه نتانیاهو اشاره کرد. در نامه کارکنان آمده این یک مسئله سیاسی نیست، بلکه یک مسئله اخلاقی است. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ماه مه خواستار صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و عضو کابینه و وزیر دفاع او یوآف گالانت به دلیل یک سری جنایات جنگی از جمله تحمیل قحطی به غیر نظامیان فلسطینی در غزه و هدف قرار دادن غیر نظامیان در حملات نظامی شده. دیوان کیفری بین‌المللی هنوز این احکام را تایید نکرده است.
جمعه گذشته دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه عالی سازمان ملل متحد نیز حکم داد که اشغال کرانه باختری و اورشلیم شرقی توسط اسرائیل غیرقانونی، آکنده از جنایات جنگی و به منزله آپارتاید است. یک پرونده جداگانه دیوان بین المللی دادگستری در حال بررسی این موضوع است که آیا اسرائیل مرتکب نسل‌کشی در غزه شده یا خیر. از زمان آغاز حمله اسرائیل به غزه، دولت بایدن به دلیل نوع مدیریت این جنگ و سوگیری آن با اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته که بسیاری از منتقدان و ناظران حقوق بین الملل آن را استاندارد دوگانه در سیاست خارجی آمریکا می دانند. علی‌رغم محکومیت کشتار غیر نظامیان توسط بایدن، اسرائیل بیش از 39,000 فلسطینی را کشته که بسیاری از آنها زن و کودک هستند. بمباران‌ها همراه با افزایش تلفات غیر نظامیان در هفته‌های اخیر و حتی در حالی که اسرائیل درگیر مذاکرات آتش‌بس بوده تشدید شده است. ایالات متحده به ارسال میلیاردها دلار کمک نظامی در طول درگیری ادامه داده، به استثنای چند مورد موقت، و بارها از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حماس حمایت کرده است. امضا کنندگان نامه به تحریم‌های اخیر وزارت خزانه داری در اوایل سال جاری علیه هکرهای روسی به دلیل طرح نفوذ مشابهی اشاره کردند و از بایدن خواستند که با عملیات سایبری اسرائیل نیز به همین شکل رفتار کند. به گزارش نیویورک تایمز، عملیات نفوذ سایبری اسرائیل 2 میلیون دلار بودجه دولتی از آن کشور دریافت کرده و به سفارش وزارت امور جوامع برونمرزی اسرائیل که روابط بین یهودیان در سراسر جهان با اسرائیل را تقویت می‌کند، به اجرا گذاشته شده. هم گزارش نیویورک تایمز و هم گزارش هارتس این عملیات را به شرکت ستویک، یک شرکت بازاریابی سیاسی مستقر در تل آویو، مرتبط کردند. ستویک حساب‌های کاربری مختلفی را در رسانه‌های اجتماعی ایجاد و اداره می‌کند که مطالب اسلام هراسانه را منتشر می‌کنند. یکی از این پروفایل‌ها نوشته که مهاجران مسلمان تهدیدی برای کانادا هستند و خواستار قانون شریعت هستند. به گزارش هارتس، کاربر مجهول دیگری در تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن قانون‌گذاران سیاه‌پوست آمریکایی، تاریخ تاجران برده عرب در آفریقا را برجسته کرده است. در این نامه تاکید شده دولتی که خود را به عنوان مدافع دموکراسی آمریکایی در برابر تهدیدات بازیگران داخلی و خارجی معرفی می‌کند، باید به حملات دولت اسرائیل به دموکراسی ما هم رسیدگی کند. نامه روز چهارشنبه همچنین تماس‌های قبلی امضا کنندگان با متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه، را نیز تشریح کرده است. میلر از اظهار نظر در مورد طرح نفوذ اسرائیل از طریق رسانه‌های اجتماعی که در گزارش‌های رسانه‌ای برجسته شده خودداری کرد و در عوض گفت: ما قوانین بسیار روشنی در ایالات متحده در مورد عملیات‌های نفوذ خارجی داریم. ما این قوانین را به شدت اجرا می‌کنیم و از همه انتظار داریم که از آنها پیروی کنند. او هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه آمریکا این اتهامات را بیشتر بررسی خواهد کرد، ارائه نکرد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز هنوز به درخواست اینترسپت برای اظهار نظر پاسخ نداده است. برنامه هدلاین را از کانال یک می‌بینید. در حالی که دولتمندان آمریکایی و اسرائیلی از پیشرفت مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه صحبت می‌کنند، حسابی که در منطقه وجود داره ظاهرا بیشتر نگرانی از تشدید تنش‌ها و احتمال سرریز بحران به کشورهای دیگر هستش. در همین رابطه اخیراً ملاقاتی برقرار شده بین آقای اسد، رئیس جمهور سوریه، و آقای پوتین، رئیس جمهور جمهوری فدراتیو روسیه، در مسکو که پایگاه خبری کروکس گزارش مبسوطی را در رابطه با محتوای اون تنظیم کرده. آیا سوریه خواستار کمک روسیه برای جلوگیری از حملات اسرائیل است؟ پوتین با اسد دیدار کرد تا تنش بین ترکیه و سوریه را کاهش دهد. رهبران روسیه و سوریه نسبت به تشدید تنش در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با بشار اسد، همتای سوریه خود، در مسکو دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات در بحبوحه درخواست از مسکو برای کاهش تنش بین ترکیه و سوریه در 24 ژوئیه انجام شد. این نخستین دیدار دو رهبر از مارس 2023 بود، زمانی که اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، خواستار یک اجلاس سه‌جانبه برای عادی‌سازی روابط آنکارا و دمشق شد. اما پوتین و اسد راجع به چه موضوعاتی صحبت کردند؟ پوتین در اظهارات آغازین خود نسبت به تشدید تنش در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
این موقعیت رو داریم تا درباره کل مناسباتمان گفتگو کنیم. مدتی بود که همدیگر را ندیده بودیم. بسیار مایلم نظر شما را راجع به تحولات در کل منطقه بشنوم. متاسفانه یک تمایلی در منطقه برای تشدید تنش وجود دارد. ما شاهد آن هستیم و این مستقیما به سوریه ارتباط دارد. اسد گفت این جلسه برای یافتن راه حل‌های ممکن برای حل این مشکلات بسیار مهم است. به نظرم با توجه به زمان این ملاقات و شرایطی که ما در منطقه داریم که شبیه شرایط شما در منطقه خودتان یعنی اوراسیا است و به ویژه منطقه ما با پیچیدگی هایی که دارد که هر روز رو به وخامت است، این جلسه برای پرداختن به همه جزئیات اعم از گزینه ها و راه حل های ممکن به مشکلات پیش رو بسیار مهم است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت پوتین و اسد راجع به طیف وسیعی از موضوعات صحبت کردند، از جمله یک ملاقات بالقوه با مشارکت اردوغان. پسکوف همچنین گفت که اسد خواستار کمک روسیه برای خنثی‌سازی عملیات اسرائیل به کشورش است. خبرنگار از پسکوف میپرسد اگر برگردیم به موضوع گفتگو با اسد، آیا آنگونه که رسانه‌های ترکیه اخیراً گزارش کردند احتمال ملاقات اسد و اردوغان هم مطرح شد و آیا اسد از مسکو برای تضمین امنیت سوریه در مقابل اسرائیل درخواست کمک کرد؟ پسکوف پاسخ می‌دهد طیف نسبتاً وسیعی از نظرات در خصوص وضعیت در منطقه پیرامون سوریه مطرح شد. بسیاری از موضوعاتی که شما به آن اشاره کردید به شکلی مورد بحث قرار گرفت. این کل حرفی است که می‌توانم در این باره بگویم. موسکو که متحد کلیدی سوریه است، عملاً با مداخله نظامی در سوریه در سال 2015 از سقوط دولت اسد جلوگیری کرد. ترکیه بدون در آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 خواستار سرنگونی دولت اسد بود. ترکیه در آن زمان از شورشیانی که خواستار برکناری اسد بودند حمایت می‌کرد و اردوغان اسد را قاتل نامید. با بازپسگیری اراضی توسط دمشق، اردوغان تغییر لحن داد و بر پیشگیری از ایجاد یک کریدور تروریستی در شمال سوریه متمرکز شد. از سال 2022 مقامات ارشد سوریه و ترکیه با میانجیگری روسیه ملاقاتهایی داشتند. اردوغان گفته او حاضر است که احیای روابط با اسد را در نظر بگیرد تا امکان بازگشت امن و داوطلبانه پناهجویان سوری در ترکیه را ممکن کند. اردوغان گفته اکنون ما به نقطه رسیده ایم که به محض اینکه بشار اسد یک گام به سوی بهبود روابط با ترکیه بردارد، ما با رویکرد متقابل پاسخ خواهیم داد. موسکو روابطی پیچیده اما عملگرا با ترکیه که عضو ناتو است دارد و پوتین و اردوغان مرتب در تماسند. رجب طیب اردوغان و بشار اسد هر دو اخیراً اشاره کردند که مایل به احیای روابط دیپلماتیک هستند. یک روزنامه ترکیه گزارش کرده بود که اردوغان در ماه اوت با اسد در مسکو ملاقات خواهد کرد، اما مقامات ترکیه این گزارش را تکذیب کردند و گفتند که حقیقت را منعکس نمی‌کند. با سپاس از شما که همراه ما بودید و از شما که امکان پخش برنامه را فراهم کرد. تا فردا، بدرود و ایام بکام.